اگر خاطرتون باشه در رابطه با مطالبی که آقای بهرام مشیری در خصوص بازی‌های المپیک مطرح کرده بودند، بنده یک نقد و تحلیلی در خصوص فرمایشات ایشون انجام دادم. مطرح شده بود که پیروزی قهرمانان آمریکا همه ناشی از آزادی است و دموکراسی، و من توضیح دادم که به نظر من علارغم این که آزادی و دموکراسی عامل پیشرفت در هر زمینه ای هست، یکی از مهمترین، شاید مهمترین عوامل هست، اما الزاماً دموکراسی و آزادی مدال المپیک نمیاره. عرض کرده بودم خدمتتون که گرفتن مدال المپیک فاکتورهای بسیار متعددی رو میطلبد که یک قهرمانی بیاید و در یک رشته‌ای مدال بگیرد. من اشاره کردم که همگانی بودن ورزش، عمومیت ورزش، شادی و نشاط جامعه ورزشی قطعاً با حضور دموکراسی ارتباط مستقیم داره، اما مدال گرفتن الزاماً ارتباط مستقیمی با دموکراسی نداره. چرا؟ اینکه ده ها فاکتور هست. مثلا مثال زده بودم که گاهی نبوغ یک ورزشکار، یوسین بولت رو برای این مثال زده بودم، گاهی نبوغ یک ورزشکار مدال آوری میکنه، گاهی انضباط و دیسیپلین و حساسیت و یه جورایی مثل حالت سربازخانه‌ای در ورزش، کاری که روس‌ها و اینا کردن و چینم به نوعی داره میکنه. به هر صورت شانس هست، قرعه هست، مسائل مالی هست، خدمت شما عرض کنم توجه به علوم ورزشی هست و بسیار فاکتورهای دیگری هست. عیم کردیم یه تخصص ناچیزی که داریم رو در خدمت بینندگان ارائه بکنیم. هیچ ادعایی هم ما نداریم، اما بالاخره بیش از 45-6 سال با ورزش و اینا، چه در سطح دانشگاهی چه در سطح تجربی ارتباط داریم و دنیا دنیای تخصصی. حالا بعدا ممکنه یه تیکه یه چیزی رو یاد گرفته باشم. دنیا واقعا تخصصی شده. حتی شما وقتی میگید ورزش، ده ها شاخه داره این ورزش. کسی نمیتونه بگه این هیته من ورزش. کدوم بخشش؟ ممکنه مثلا من بتونم بگم در گزارشگری ورزش مثلا یه چیزایی من بلدم. یه زمانی مثلا میگفتن فلانی وکیله. امروز وکیل به تنهایی معنا نمیده، برای اینکه ده ها شاخه تخصصی آمده. یکی وکیل مهاجرته، یکی وکیل دعاویه، یکی وکیل سو کردنه، یکی وکیل بیمه است، یکی وکیل خرید و فروشه، یکی وکیل مالیاته و و و و و یه موضوع دیگه ای هم که ما بحث کردیم این بود که در برنامه ایشون اشاره شده بود که عبدالله موحد، این جمله شون بود، گفتن بزرگترین قهرمان ایرانی از نظر تعداد مدال بوده، که ما توضیح دادیم این آمار و ارقامی که کاری هم نداره، یه دگمه است، میریم فشار میدیم نشون میده که کسان دیگه بودن که بیشتر از آقای موحد که قهرمان کشتی بودن و اینا مدال گرفتند. اما این خلاصه بود از اون چی که ما گفتیم. آقای مشیری در برنامه اخیرشون مطالب تازه‌ای رو در رابطه با اون برنامه‌ای که من داشتم ارائه کردند. من چون از این رابطه این که حالا بنده یه چیزی بگم ایشان بگن، البته شأن ایشان که عجل است، اما این بحث فایده‌ای به نظر من نداره. من این برنامه ایشون رو خدمت بینندگان عزیز پخش میکنم. روی بعضی از کلمات ایشان من یه یادداشت‌های کوچیکی گذاشتم، این کلمه‌شونه. میخواستم که راجع به این کلمات
توضیحاتی رو خدمت بینندگان عزیز عرض کنم. ولی اولا دیدم آدم همکارای ما دوست داریم با هم رفیق باشیم، دوست باشیم، احترام هم رو نگه داریم اینا. بعد ثابت ایمانی از بین ما رفت و واقعا هممون رو داغدار کرد. اصلا جایز نیست که دیگه حالا ما با هم دیگه بحث کنیم اینا. اما دوست دارم که آقای مشیری اگر قابل بدونند راجع به همین تکه هایی که نوشته شده در طول برنامه ایشون، من زیرنویسایی رو گذاشتم، بشینیم با هم دیگه یا در برنامه ایشون یا در برنامه بنده صحبت بکنیم، به خصوص راجع به چند تا نکتهش که واقعا نکات بسیار مهمیه. اصلا دیگه این از بحث این که حالا کدوم قهرمان بیشتر برده کمتر برده اینا گذشته، یعنی دیگه بحث واقعا یک بحث تخصصی است و بسیار مهمه و درباره علم ورزش ساعت‌ها میشه نشست و صحبت کرد و دانشمندان ورزشی رو حتی دعوت کرد، که دانشمندان علوم ورزشی رو دعوت کرد که تشریف بیارن و در خدمتشون صحبت بکنیم. اما اگر که به هر حال ایشون نخواستن در این گفتگو شرکت بکنن، من اینو به شما بینندگان عزیز واگذار میکنم. اگر لازم دیدید، چون دوستان آقای مشیری که با من صحبت کرده بودن اصلا ایرادی به حرفهای من نگرفته بودن، فقط یه گله کرده بودن که خب شما میتونستید اینو با آقای مشیری بگید قبل از برنامه، به جایی که تو برنامه‌تون بگید. و من واقعا به این نکته اعتقاد پیدا کردم، یعنی حرف درست رو میزنن. منتها یه بار دیگه در مورد فوتبال یه مطلبی رو من خدمت ایشون گفته بودم که در این برنامه هم اشاره میکنن، که امیدوار هستم به هر حال اگر با هم تونستیم بحثی بکنیم که من بی نهایت خوشحال میشم، چون مسیر تخصصی است. بنده ادعای تخصص ندارم که بگویم من متخصص ورزشم و این هیته ای منه. من در چارچوبی که فعالیت کردم یه چیزایی رو آشنا هستم. اما علم ورزش امروز خیلی علم عظیمی است در جهان و از علوم مدرن هست و بسیار بایستی بهش توجه کرد، به خاطر اینکه میلیاردها جوان بهش توجه دارند، میلیاردها دلار شاید در هر ماه خرجش میشه، اقتصاد عظیمی داره، تکنولوژی عظیمی داره، میدیای دنیا شاید بیش از 50% روی ورزش هست و فکر نمی کنم چیز ساده ای باشد. به هر حال برنامه ایشون رو با هم دیگه تماشا میکنیم.